سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 6 از کتاب دستور سنتور استاد فرمانرض پایور رو کار کنیم و نکاتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این ساده ترین کاری هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که بتونم این راه رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 6 مثل قطعه شماره 5 3-4 هست. حتما درس‌های قبل رو زدید و نکاتش رو به خوبی یاد گرفتید. من توی قطعه شماره 5 در مورد این 3-4 توضیحات بیشتری دادم. میدونیم که این 3-4 سه ضربی هست. 3 تا نوت سیاه توی هر میزان داریم و شمارهشون براش به صورت 1-2-3 میشه. خب این قطعه مثل قطعه شماره 5 به صورت راست چپ چپ راست چپ چپ اجرا میشه. و تفاوتی که داره اینه که توی قطعه 5 دست چپ روی نوت لای سفید ثابت بود و دست راست روی سیمای زرد جابجا میشد و ملودی رو تشکیل میداد. اینجا برعکسه. اینجا دست راست ما روی نوت فای زرد ثابته و دست چپ ما عوض میشه و ملودی رو دست چپ میسازه. پس باید دقت بکنید که دست چپتون رو یه خورده باید تقویت بکنید، چون معمولا اونایی که راست هستن دست چپ یه مقدار ضعیف‌تره. اینجا باید دقت بیشتری روی دست چپ داشته باشید که هم دقیق بزنید هم بلند و خوش صدا بزنیدش. حالا شروع می‌کنیم با هم دیگه کار می‌کنیم و اگر نکته‌ای باشه در طول قطعه با هم دیگه در موردش حرف می‌زنیم. خب نوتامون هست از اول که شروع کنیم تا خط دوم میزان دوم رو به عنوان یه جمله می‌گیریم، یعنی 6 میزان اول به عنوان یک جمله میشه. نوتامون هست فای زرد، دو تا چپ روی فای سفید و میدونید دیگه اول هر میزان یه دونه فای زرد داریم، پس یه فای تکراری دیگه داریم. من فقط چپا رو میخونم تا آخر، میشه فا 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 دو دو که دو زرده، دوباره فا فای سفید، تو خط بعد دو دو رو سیم زرد، فا فا رو سیمای سفید، فا 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 دو دو فا فا دو دو فا فا. پس میزنیم فا 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 دو دو قسمت ابتدایی قطعه ما. قسمت بعد چهار تا میزان بعد رو به عنوان یک جمله میگیریم. دو دو سی سی خط سوم لا لا سل سل. پس شد دو دو سی سی لا لا سل سل که اولاش همه یه دونه فا باید رو سیمای زرد و دست راست اضافه کنیم، میشه فا دو دو فا سی سی فا لا لا فا سل سل. این شد یک جمله. جمله بعد باز دوباره چهار تا میزان بعده که از میزان سوم خط سوم هست. میزنیم فا سی سی فا لا لا فا سل سل فا فا فا. میزنیم شوی سنتور. دقت کنیم دست چپ رو سعی میکنیم قوی تر بزنیم، دست راست که یک نوت تکراریه رو یه خورده آروم تر میزنیم. با شمارش میشه 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3. دو میزان آخر خط چهارم نوتامون هست فا می می فا سل سل که این می میبینید که می اول کنارش علامت کرون داره. وقتی که می علامت کرون داره یعنی که خرک اول سیمای سفید باید اجرا بشه. این میه که روی خط اوله. اینو تو درسای قبل در موردش توضیح دادیم. نکته که اینجا جدیده اینه که وقتی که یک علامت عرضی مثل این کرونی که اینجا داریم میاد توی قطعه، تأثیرش تا آخر میزان باقی میمونه. یعنی اینکه هر چی می دیگه داریم که مثل این می هست، یعنی روی خط اول نوشته شده، هر چی می دیگه بیاد چون قبل می قبلی کرون شده پس اونم کرونه. الان اینجا ما چون می اول کرون شده پس می دوم هم کرون در نظر گرفته میشه و پایین میخوره. ولی اگر بره تو میزان بعد یه میه دیگه بیاد مثل این، دیگه تاثیر علامت کرون توی میزان بعد از بین میره. پس ما اینجا هر دو تا می رو باید روی خرک اول سیمای سفید بزنیم. پس باید بزنیم فا می می فا سل سل فا می می فا سل سل 1-2-3 1-2-3 و خط آخر که تکرار خط اوله فا 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 دو دو فا 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 دو دو
برای اینکه بهتر متوجه این رته بشی من مترونوم میذارم و رته رو از اول تا آخر با مترونوم براتون اجرا میکنم. سرعت رته 56 هست و 3 ضربی. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو به دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.